آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه نهان. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجا و شریف و یکایک که شما بینندگان عزیزی که با ما همراه هستید. برنامه توضیح المسائل رو هر روز رأس ساعت 12:30 پی میگیرید و به امید این که انشاءالله ما هم لحظاتی رو که مهمان خانه های شما هستیم بتوانیم وقتتون رو که در اختیار ما میذارین با مطالب مفید و مثبت و راهگشا بتونیم پر بکنیم. در خدمت کارشناس عزیزمون محترم و دوست داشتنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ جعفر رفعتی هستیم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدین. سلامت باشید. خدا ان شاء الله به شما سلامتی بده. باشید سلامت باشید. کماکان هنوز عزادار بیبی هستیم، لذا اول به ساعت مقدس حضرت بقیت الله به شما هم عرض تسلیت عرض زنده باشید. سلامت باشید. ما هم خدمت حضرتشون شما همه عزیزان عرض تسلیت داریم. سلام علیکم و رحمت الله، اعمالتون قبول. تقدیم کنیم این دعا رو امروز محضر حضرت زهرا سلام الله علیها. بخوایم خود بیبی دعا کنن برای فرج فرزندشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته دعاه وخيره يا رحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یک جمله ای هست اگر اجازه بفرمایید از وجود نازنین امام زمان علیه السلام راجع به مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها جای خیلی صحبت داره، اما به اندازه چند لحظه ای که به درد بحث ما هم بیشتر بخوره. این است که بحث گرفتن احکام شرعی، متابعت مرجع تقلید، یک چیزی است که تو فطرت آدم ها هست. هر آدمی نیاز داره این که کسی رو داشته باشه که بهش اقتدا بکنه. بدون اقتدا کردن انسان به کسی که بالاتر از خودش هست نمیتونه بالا بره. به اصطلاح یک نمونه عملی انسان تو زندگیش همیشه نیاز داره. اگر فقط در حد شنیده ها باشه خیلی انسان کمتر میتونه پیش بره تا اینکه یک نمونه عملی داشته باشه. خدا به انسان عقل داد، اما در کنار عقل لطف فرمود، انبیا رو هم فرستاد تا اینکه کمک عقل بوده باشن. عقل میفهمه کار خوب رو باید انجام داد، کار بد رو باید ترک کرد. خیلی از کارهای خوب و بد رو هم تشخیص میده، اما همش نیست. چجور انسان برخورد بکنه؟ مثلا یک کلمه خیلی قشنگ، کلمه مداراته. مدارات یعنی با مردم ساختن، با دوست و دشمن ساختن، که هر کدوم البته معناش فرق میکنه. با دشمن انسان چجوری بسازه و در چه زمانی با دوست، با دوستش چه بود. وقتی نمونه عملی انسان داشته باشه بهتر میفهمه مدارات یعنی چی. من خیال میکنم آخر صبرم، اما وقتی نمونه های صبر رو دیدم میفهمم هنوز خونه اولش هم نیست، نرسیدم. نمونه عملی همیشه به انسان کمک میکنه. اینو اصطلاحا بهش میگن اسوه. انبیا اسوه داشتن، با اینکه معصوم بودن، با اینکه بالاترین درجه رو داشتن در زمان خودشون هر پیغمبری. ملائکه همینطور، ملائکه اسوه دارن، تأسی میکنن به بزرگتر خودشون، حالا یا حضرت جبرئیل علیه السلام یا به بقیه اولیاء خدا، به انبیا تأسی میکنن، از اونها یاد میگیرن. همه موجودات نیاز به اسوه و تأسی دارن. عرض میکنم همه موجودات. یک جمله معروفی است از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید ما حجت خدا هستیم بر خلق، مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها حجت خداست بر ما.
ما بله. یعنی ما به او تأثیر میکنیم و این نسل جمله است که از امام زمان علیه السلام هم برای ما رسیده، انلی فی امی الزهرا اسوتون حسنه. وقتی که امام زمان علیه السلام اسوه دارن، من و شما اسوه نمیخوایم. امام زمان علیه السلام در بالاترین نقطه ای هستند از کمالات که میشه تصور کرد، یعنی معصومین علیه السلام بعد وجود نازنین پیغمبر امیرالمومنین امام حسن امام حسین علیه السلام. خب اونها وقتی تأثیر میکنن، اونها وقتی اسوه دارن، طبیعتا اختیار کردن اسوه، اقتدا کردن به بزرگان خیلی هم آشکار مسئله. کسی که میخواد از یک کوهی بره بالا، از اون بالایی سوال میکنه، شما این راه رو بلدی؟ از اونجا داری میبینی؟ از این ور بیا میتونم به جای شما برسم؟ بهش میگه نه، از این طرف نیا، این طرف برخورد میکنی به بمب، بس از اون سمت بیا. طبیعتا انسان باید یک کسی داشته باشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خدا فرمود اقیم الصلاة، نماز رو برپا بدارید. اما نماز چجوری بخونیم؟ خود حضرت ایستادن فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید. حج رو یادشون دادن تئوری، اما خودشون هم حج رفتن، مسلمان هم آوردن، یادشون دادن چجوری طواف کنن، چطوری سعی کنن، چطور وقوف کنن و بقیه واجبات. تو تمام مسائل زندگی ما نیاز به این اسوه ها داریم. اما حقیقتا عقل متحیر میشه در این جمله که کجا رسیده حضرت زهرا سلام الله علیها که یگانه های هستی میفرمان ما به او تأثیر میکنیم و اقتدا میکنیم. واقعا از اون کلماتی است که نمیفهمیم معناشو الا یه چیزای خیلی کوچیک، خیلی نادر و کوچیک. خدا خیرتون بده. مسلمن و مشخص و مبرهنه که در مسیرهایی که خاص تاریک و ناآشنا هست نیاز به راهنما داریم و در این دنیا هم برای ما خیلی راههای ناآشنا هست، در مسائل ریز فقهیمون و در مسائل درشترش حتی بزرگتر و مهم. ما به یک انسانهایی که خود تازه تأثیب حضرات معصومین میجویند دست توسل میزنیم، از اونها امتداد به قول معروف کمک میخواییم، چه برسد که به هر حال در اولاترینه که آدم نسبت به حضرات معصومین هم این گونه باشد. حالا یه نمونه بگم که وصف بشه با بحث. خیلی خوبه. ما دیروز خدمت تعزان عرض کردیم در بحث قسم، اگر کسی قسم بخوره که من این کار رو سابقا انجام دادم یا انجام ندادم به دروغ، یا قسم بخوره که من این کار رو الان انجام دادم یا انجام ندادم، مثلا الان روزه هستم یا الان روزه نیستم، بدهکار هستم یا بدهکار نیستم، درسته؟ این بحث و گفتگو اگر بین عرض شود که شخصی که نذر کرده و طرف مقابل، این رو از کجا میشه تشخیص داد و میشه فهمید که این نذر، معذرت میخوام، این قسم با اون قسمی که انسان برای بعد میخواد بخوره فرق میکنه. قسم میخورم که الان بدهکار، معذرت میخوام، پول ندارم. قسم میخورم که الان میخوام طلب شما رو بدم، هیچ پولی ندارم، در حالی که پول داره و نمیخواد بده. آیا این قسم کفاره داره یا نه؟ تا اینکه قسم میخورم من تا دو روز دیگه بدهی شما رو میدم. شاید در عرف مردم فرق این دوتا قسم خیلی روشن نشه، چه فرق میکنه حالا دارم ندارم یا دو روز دیگه میدم، اما میبینی در شهر براش فرق گذاشتن. وقتی هم بیان میشه میفهمیم، درسته، اما تشخیصش قطعا کسانی رو میخواد که اینها از معصومین علیه السلام گرفته باشن. و روشن شد برای عزیزان، انسان قسمی که میخوره برای اعمال گذشته اگر مطابق واقع نباشه و بدون داره دروغ میگه، گناه کبیره است، ولی گفتیم کفاره نداره. من ازشون پولی نگرفتم، قسمم میخورم که من ازشون پولی نگرفتم، دروغ، کفاره نداره، ولی حرامه. حرام. قسم میخورم که الان هیچ پولی تو حساب من نیست، دروغ، کفاره نداره، ولی کار حرام هست. قسم میخورم تا دو روز دیگه پول شما رو بدم، با خدا قسم میخورم، واجب میشه که من تا دو روز دیگه بدهی شما رو بدم. درسته بدهکاری رو باید داد، ولی وقتی گفتم دو روز دیگه، دو روز دیگه معین میشه. اگر تاخیر انداختم باید کفاره بدم. بسیار عالی. مقدمه بحث قسممون رو هم فرمودید و ما بقیه ان شاء الله. ما وعده دادیم خدمت عزیزان امروز عرض بکنیم یه تتمه رو که ان شاء الله این بحث رو هم امروز تمام کنیم، که کجاها و در چه مواردی انسان ساقط میشه از گردنش نذری یا عهدی یا قسمی که خورده. یکی از اون موارد اینه که انسان ناتوان بشه، قسم خورده، نذر کرده، عهد کرده، ولی الان توان انجامش رو دیگه نداره. مثل اینکه نذر کرده پیاده سفری رو بره، الان نمیتونه راه بره. نذر کرده مبلغی رو در راهی مصرف کنه، الان دیگه نداره توان مالی نداره. زمانش هم مشخص کرده تو این زمان نتونست پرداخت کنه، بعد هم توانایی پیدا نکرد که بتونه نذرش رو قضا بکنه و جبران بکنه، از گردنش ساقط میشه. یعنی نتوانستن
البته شیخ های مختلف داره دیگه. مثلا اگر در قدیم نظر می کردن برای ادای دینشون یا اون نظر و عهدی که بستن به مثلا کربلا مشرف بشن و راه بسته بود، این ساقط بود، ساقط یا اصلا از اول این نظر برقرار نشده بود. نه، اگر اصلا راه بسته بود و نظر کرد، نظر منعقد نمیشه. منعقد نمیشه. راه موقع نظر باز بود، خدا نکرده بعد بسته شد، این نظر ساقط میشه. مگه کلی نظر کرده باشه، گردنش میمونه تا یه زمانی که این راه باز بشه. اما اگه زمانش رو مشخص کرده و اون سال نتونست، از گردنش ساقط میشه. هیچ نیازی نیست معادلش رو قضا بکنه و مثل نمازی که گاه داری در طلوع آفتاب ما مشخص باشه، مثلا ما فزمه میگیریم توی بحث ادای نظر همچین چیزی رو ما نداریم. عرض کردم اینم سابقا نه کسی نذر کرده نماز شب بخونه نتونست، یا نذر کرده یه روز رو معین روزه بگیره بعدش انجام بده، اما نذر کرده امسال کربلا بره، وقتی امسال راه بسته بود از گردنش، یعنی اگر زمان مشخص شد بله دیگه. اما یک کسی نذر کرده هر روز زیارت عاشورا بخونه برگرده قبل از اذان ظهر، اما قبل از اذان ظهر یادش رفت بخونه، که حالا یکی از موارد فراموش کردنه. بعد اینه که شما فرمودید آیا میتونه تبدیلش بکنه یا نه، موردش اینه، نذر کرده برای مسجد فرش بخره، رفت فرش بخره، دید مسجد فرش داره، نیاز به فرش نیست، خب نذر ساقط میشه. میفرمان نه، ببینه مسجد چه چیزی نیاز داره و اندازه فرش مبلغش رو کمکی به مسجد بکنه، چون خریدم نکنه. نه نه، فرش نمیخره، مبلغش یا چیزی که نیاز داره خودش تهیه کنه، یا مبلغش رو بده مسجد اون چیزی که نیاز داره درش مصرف و خرج بکنه. بنابراین یکیش نتونستنه، نتونستن یکی از عذرهایی است که نذر رو ساقط میکنه. یکی دیگهش فراموش کردنه. یکی کسی نذر کرده بود که این جمعه روزه بگیره، نذر کرده بود پنجشنبه فلان جا برای زیارت بره، فراموش کرد. وقتی فراموش کرد کفاره دیگه نداره. اینم که مواردی هم که ما گفتیم قضاشو به جا بیاره، هیچ کدومش دیگه کفاره نداره. ندونستن، نتونستن، فراموش کردن، اینا کفاره دیگه درش نیست. اما هر وقتی که تونست ان شاء الله قضاشو به جا بیاره. یکی دیگه از مواردی که موارد عذر حساب میشه ناچاریه، مکره شدنه. یعنی یک کسی عرض شود که نذر کرده بود که فلان مبلغ رو در یک راهی مصرف بکنه، مبلغ هم کنار گذاشته بود، اما این مبلغ دست یک کسی افتاد، هرچی هم تلاش میکنه که اون رو برگردونه، این مبلغ رو، اون مبلغ رو طرف بر نمیگردونه. خب میخوام من به نظرم عمل کنم اما مجبورم، نمیتونم. یا اصلا مشخص کرد یه گوسفندی رو گرفت، این گوسفند رو گذاشت که برای یک نذری که کرده بود قربانی بکنه، این گوسفند گم شد. خب الان با گذشت زمان این نذر هست اما متعلق نذر نیست و این شخص ناچاره، یعنی نمیتونه، یعنی مجبور، تا انشالله مورد پیدا بشه و نذرش رو عمل بکنه. کلمه اکراه این مقدار معناش از اینه که عرض کردم وسیع‌تره. فرض بکنید یک کسی نذر کرده بود، با اجازه شوهرش هم نذر کرده بود که یه عملی رو انجام بده از این عملهای مستحب، مثلا هر روز فلان نماز رو بخونه، روزه آنچناری، حالا طرف مقابل شوهرش رو مجبور میکنه که غذا بخور، مجبورش میکنه به این که نمیخواد این نماز رو بخونی، ناچار شدن، این هم باز از گردنش نذر ساقط میشه. مگر یه زمانی فرصتی پیدا شد و نذر زمانش باز باشه بعدن بتونه انجام بده. کلمه با وجود اکراه... این که ناچار میشه بر ذمه‌اش هست تا فرصت بهتری، نه نه ساقط میشه، عرض میکنیم بهتره، بهتر است. بله بهتره که اگر بعد فرصت زمانی پیدا شد اینو انجام بده. این از جاییست که نذر رو ساقط میکنه، کفاره دیگه نیست، یعنی مخالفت با نذرش کفاره نیست. بعضی هاش که زمانش بازه بعد هر وقت تونست باید انجام بده و اگر زمانش تمام شده که خود به خود ساقط میشه. مشخص شد خدمت عزیزان که اکراه یکی از عناوین ثانویه است که قبلا خدمتشون عرض کردیم. عناوین ثانویه یعنی عنوانهایی که اسمهایی که رو هر کاری قرار بگیره حکم اولیش رو دیگه از بین میبره. مثلا یک کاری که حرام بوده با اکراه دیگه حرمتش از بین میره، یه کاری که مباح بوده با اکراه عرض شود که، یعنی انسان وقتی مجبور شد واجب میشه. اکراه چیه؟ اکراه مراتب داره، مجبور شدن مراتب داره. یه وقتی یه غذایی رو میذارن جلوی کسی که نجسه، بهش میگن این غذا رو بخور، اگر نخوردی بچه تو اذیت میکنیم، بچه تو از بلندی پرت میکنیم پایین، دست تو میشکنیم، یک بلایی سر خودش یا یکی از نزدیکانش میاد که او رو تحت فشار قرار این غذای نجس رو مجبوره بخوره. کسی قاشق بر نداشته تو دهانش بگذاره، خودش با دست خودش میخوره، اما اگه نکنه این کار رو این بلا رو سرش میاره. کما که در طول تاریخ
این مسئله زیاد اتفاق می افتاده که حاکمان ظلم و جور کسی رو مجبور میکردن بر فعل حرامی این کار حرام رو انجام بده. اونا نمیگن حرامه، میگن این کار رو باید انجام بدی. اگه این کار رو انجام ندی ما این بلا رو سر تو یا خانواده نزدیکانت میاریم. بنابراین در این صورت اشکالی نداره اون کار انجام بشه. اما گاهی اوقات اکراه شدیدتر از اینه، مثل اینکه دستشو میگیره میخوابوندش زمین، قاشق غذای نجس رو یا سمی رو داخل دهانش میریزه، اینم یک نوع اکراهی که بهش میگن سلب اراده شده. بنابراین اینو مقدمه عرض کردم که این رو از شما از این سوال کنم، آدمی که عصبانیه با ناراحتی و عصبانیت یک قسمی میخوره یا نظری در حالت عصبانیت میکنه، این به نظر شما منعقد میشه یا نمیشه؟ نخیر. وقتی اکراه نظر منعقد نمیشه یعنی چون این آدم قصد نظر کردن رو نمیشه. نداره، مجبورش کردن. آدم عصبانی اصلا حواسش نیست، مثل بچه که اعتبار نداره نیتش و قصدش، مثل دیوانه که حرف زدنش ارزشی و اعتباری براش نیست. بنابراین اگه چیزی رو نظر کنه منعقد نمیشه. آدم عصبانی هم همینطوره، در حالت عصبانیت قسمی خورد، آیا کفاره داره یا نداره؟ میفرمان نه. چون خود نظر معوض نشه. قسمش واجب میشه اون کاری که قسم خورده میکنم؟ یا من عصبانی بودم نفهمیدم قسم خوردم طلاقت میدم، آیا باید طلاق بدم؟ اگه ندم کفاره داره؟ میفرمان نه، قسم اصلا ساقطه. در حال عصبانیت خیلی ناراحته، میگه با خدا عهد میکنم که فلان کارو انجام بدم. نقطه مقابلش هم همینطوره، مثلا یک ناراحتی فوق العاده شدید داره، توی اون شرایط ناراحتی یه نظری بکنه. خب خیلی هم پیش میاد این مورد، آیا این هم باز همین حکم عصبانیت بوده؟ نه اون نه، اون فرق میکنه. چون ببینید انسان در مشکلاته که نظر میکنه، بعد که مشکلات برطرف شد دیگه. در این موارد بود که ما عرض کردیم اگرم شخصی میبینه سختش نمیتونه به نظرش عمل کنه، از اون راه ها اقدام بکنه، پدر و همسر نگذاره که این خدای نکرده تبدیل به کفاره و بارش رو سنگین تر بکنه. آخرین مطلب رو عرض میکنم که در ذهنتون داشته باشید، در بحث نظر خیلی مهمه که متعلق نظر و قسم و عهد باید چی باشه؟ راجح باشه، یعنی یه چیز خوبی باشه. الان من مثال زدم به طلاق، یه کسی نظر میکنه که اگه حاجتش برآورده شد همسرش رو طلاق بده، آیا این نظر محقق میشه؟ نه. بفرمان نه. چرا؟ چون متعلق نظر و عهد باید راجح باشه، بالاتر از بله. در قسم اینطور نیست، یعنی اگه کسی قسم خورد به یه کاری رو انجام بده اون کار گردنش میاد، یعنی اینطور نیست که بگیم حتما باید، ولی اینم باید دقت بکنن مباح باشه، نمیگیم کار حرام. کار حرام هیچ وقت با قسم حلال نمیشه. اما طلاق کار مباحیه، نهایتا کراهت برش بار میشه. اگر امتیازی، اگر رجحانی، اگر چیزی، چون گاهی اوقات با این قسمه ممکنه زندگی یک ولی حرکتی چیزی پیدا بشه. علی حال من سفارش کردم مکرر اینو خدمت عزیزان عرض کردم، کار رو بر خودمون واجب نکنیم، سعی کنیم کار درست رو انجام بدیم بدون نظر و بدون عهد، که اگر خدای نکرده انسان مخالفت کرد کفاره به گردنش نیاد، به غیر از اینکه گناه و معصیت هم همراهش. خدا خیرتون بده. تو این بحث اکراه چیزی توی ذهن من دور میزنه، اینکه مثلا طرف توی شغلش مجبور به یک کار شنیع است، الان مجبورن بایستی برود این چارپایه مثلا اعدام رو بزنه، اکراه داره، آیا او هم دارای خطا میشه؟ باشد من... توی این بحث نگنجه ها. بله، اکراهی که شما دارید میگید با اکراهی که من عرض کردم فرق میکنه. نه. اکراه یعنی خوشش نمیاد، اکراه در لسان شرع نه که خوشش نمیاد، مجبوره، تهدیدش کردن. بله، تهدید کردن اینجا باز دوره همون بعد و بدتره و بهتره. بله بله، که اینم میفرمان تهدید محدودش تو روایات فرموده شده که اکراه و تهدید بر میداره حرام رو، حرام حلال میشه تا زمانی که به جان نرسیده. وقتی به مسئله جان رسید، حتی اگر طرف رو تهدید کرد خودتو خانوادتو میکشم و الا فلانی رو بکش، باید فلانی بکشی تا من نکشم، یعنی مجوز نمیشه، مجبور شدم. یعنی یک خانواده بله، تو مسئله جان بایدیم. بله، در مسئله جان من مجوز ندارم که این کار رو انجام بدم. آخه متاسفانه تو بعضی از دولت‌های ظلم و جور همیشه بوده، یه شخصی رو مجبور می‌کردن و بعدم بدون اون شخص، الان همین دو سه روز پیش بود یه موردی بنده خدا تعریف می‌کرد تو همین سرزمین، یک بیچاره بار اولش مجبورش کردن که کسی رو بکش و الا کشته میشی، این یکی رو بکش تا 23 نفر ادامه پیدا کرد در زمان بعث. بله دایره.
هیچ مجوزی در حد اکراه در حد کشتن نیست. من تکمیل میکنم این مطلب رو، عرض کردیم باید متعلق نظر عهد و قسم راجح باشه. اینم که در بابت قسم عرض کردم، چون قسم سه صورت شد، قسم به گذشته به حال آینده. دروغ باشه کفاره نداره، سومی با آینده. قسمی که مال آینده است، میخوام کاری رو انجام بدم، این کار باید راجح باشه، چون قسم مال کار آینده میشه شبیه نذر و عهد. کاری رو انسان قسم بخوره و واجب بشه که بالاتر رجحان داشته باشه، مثل طلاق رو شامل نمیشه. خیلی ممنون، خدا خیرتون بده. فاصله بگیریم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود. سلامی دوباره میکنم خدمت شما عزیزانی که با ما همراه هستید و ممنون و متشکر که وقتتون رو به برنامه ما اختصاص میدید. و اما سوالاتی که بینندگان عزیز برای ما میفرستند و ما هم عاشقانه دریافت میکنیم و خالصانه پاسخهاش رو حضرت آقای رفعتی براتون میفرمایند و شما از برنامه خودتون توضیح المسائل میبینید. 2-0-964-771-77-93-893 تنها راه ارتباطی ما با شما بینندگانه و می توانید از این طریق واتساپ یا پیامک برای ما ارسال بکنید. اگر دقت کرده باشید، خصوصا دوستانی که واتساپ دارن، جدیداً بخشای از برنامه ها رو دوستان خدمات برنامه توضیح المسائل دارن زحمت میکشن، همکاران بنده تقدیم میکنن کوتاه کوتاه در حد 2-3 دقیقه و دارن منتشر میکنن. امیدوارم که به دست شما بینندگان عزیز هم برسه، بتونید لااقل از این وسیله اجتماعی روز به این نحو استفاده بکنید و به عنوان هدیه به دوستان دیگر در گروه های دیگه مطالبی رو انتقال بدید که هم برای شما حسنه رو داره، هم از زمانی که از دیگران اشغال میکنید به خاطر فرستادن یک پیام یا یک قطع فیلم، در عین اینکه به او چیزی میرسانید بر فهم و اطلاعات او افزوده میشه، برای خودتون هم یک ثوابی رو کسب بکنید. اگر هم به قول معروف میبینید از این برش های فیلم اصطلاحا به دست شما نمیرسه، خود شما میتوانید بشوید همکاران ما قطعات رو از برنامه سیو بکنید و در اختیار دیگران هم قرار بدید تا این معارف پخش بشه، منتشر بشه و به دست دیگران هم برسه. چون میدونم خیلی از دوستانی داریم که شاید با این رسانه جمعی ماهواره و فضائیات و اینها در ارتباط نیستن، ولی دوست دارن به یک منبعی دسترسی داشته باشن که بخشی از سوالاتشون رو پاسخگو باشه. میتوانید با معرفی این برنامه به اونها کمک بکنید، یا بخشهایی از برنامه رو بگیرید یا کل برنامه رو، 45 دقیقه فعلا بیشتر نیست، ضبط بکنید روی یک فلش یا یک به قول معروف مموری، از طریق واتساپ یا از طریق دیگری در اختیار دیگران هم بگذارید، اونها هم بهره ببرند. کما اینکه میفرمایند زکات علم نشر آن است. ببخشید خیلی اطاله کلام نکنم. و اما سوالاتی که بینندگان پرسیدن، بیننده محترمی با شماره 911 پرسیدن: سلام، قسم خوردن به شرف و روح و امثال این الفاظ تکلیف میاره؟ طبعا نه دیگه، قسمی چون گفتیم غیر از خدا، بله، قسمی که به نام حضرت حق یا نامهایی که جزء خواص نام خداوند هست در دیگران استفاده نمیشه، اینها فقط تکلیف میاره. حضرات معصومین چطور؟ اونا هم چون خارج از، بله بله، واجب نیست، نمیگیم انسان عمل نکنه، تعهد رو براش به بار میاره، ولی حالا بحث کفاره و دروغ. با سلام، خسته نباشید، قسم دروغ برای رفع یک دعوای بزرگ کفاره هم داره؟ اصلا گناهه؟ 916، اگه قسم دروغ رو برای آینده دارید میخورید مشکله، الان میگم چرا. اما اگه برای گذشته است، یعنی چی؟ یعنی یک دعوای خانوادگیه که آیا فلانی مثلا با فلانی ارتباط داشته یا نه، فلان خدای نکرده سرقت منصوب به فلانی بوده یا نبوده، اگه من قسم بخورم بگم نه مشکل حل میشه، خانواده با هم خوب میشن و حل میشه مشکل، و الا فتنه بزرگی، خانواده از هم جدا میشن، چه بسا خون ریزی به پا میشه و از اینجور جریانات.
عرض میکنم برای گذشته کفاره نداره، برای کاری که گذشته. سوال میکنن از شما این کار کار شما بوده، شما میگی به خدا کار من نبوده. برای جلوگیری از یک فتنه، فتنه بزرگتر، یعنی بلاهایی که یه وقتی ما در محضر حاکم شرعیم، در محضر حاکم شرع خواسته شده حقی به صاحب حق برسه، دست فرق میکنه. اما یه وقتی نه، بحث حق به حق دار رسیدن نیست، نمیخوایم خونه کسی رو بگیریم به کسی بدیم، یا خونه کسی ناحق نشسته، نه نه، بحث اینه که میخوایم دعوا و درگیری حل بشه، میخوایم خانواده از هم نپاشن، میخوایم زن و شوهر از هم جدا نشن، صلحی برقرار میشه نتیجه اینه و صلاح هم هست، یعنی این ثابت شد که مصلحتشون در اینه. شرایطش مقدار مشکله، چون یه حرامی رو میخوایم حلال بکنیم شوخی نیست. قسم دروغ بدترین نوع دروغه. دروغ مجوزش در جاهایی هست، یکیش دروغ مصلحتیه، یکیش دروغ اکراهیه. دروغ مصلحتی رو شرح دادن، در جایی که با این دروغ جانی، ناموسی، ارزی، اموال عظیمه‌ای حفظ میشه. یه حاکمی اومده میگه فلانی چقدر اموال داره، شما میگی بیچاره بدبخت تو زندگی خودش هم مونده، چرا این حرفو میزنید که نران ازش اموال مصادره کنن؟ یه قسمم میخوری؟ بله قسمم میخورم. میخوان برن یک کسی رو بگیرن به جرمی، مثلا یه شخص ظالمی او رو بلایی به سرش بیاره یا بلایی سر زندگیش بیاره، شما قسمم بخوری اشکالی نداره. اما اگر نه، سر یه مسئله جزئیه، یه مسئله کوچیکه، یعنی برفرض شما این قسم هم نخورید، یه مقدار کدورت و ناراحتی میشه، اما زندگی از هم نمیپاشه، خونی از بینی کسی جاری نمیشه، یه مقدار از دست شما ناراحت میشن، یه مقدار آبروی شما ممکنه بره، نه این مجوزش نیست، نمیشه. بنابراین اگر در جایی مصلحتی مثل جان، مثل ناموز، مثل اموال زیاد اقتضا بکنه، بله اینجا دروغ هم، قسم دروغ هم جایز میشه. اما اگه برای آینده است، اگه من الان قسم بخورم که بدهی شما رو تا یه هفته دیگه میدم، این مشکل بزرگ خانوادگی حل میشه. یا بگم فلانی رو تا فلان تاریخ براتون حاضرش میکنم، فلانی میارم بیاد بشینه با شما بحث کنه، صحبت کنه. در این جور موارد اگه مصلحت این رو اقتضا میکنه، قسم بخورید و اونم حاضر بکنید، اگر نه کفاره درش هست. داره. خب پیداست این منظور این شخص نیست، این بزرگواری که این سوال پرسیده مال گذشته هاست. عرض کردیم باید شرایطشو ببینید. اگر جز مواردی است که دروغ جایز میشه، قسم دروغ هم اشکالی نداره. با توجه به شرایط. سلام، اگر کسی قسم بخورد، معذرت میخوام بین پرانتز، چون گاهی اوقات ما چون فشار قرار میگیریم، آبرومون در خطره، میگیم خب پس بذار قسم بخوریم که مشکل حل بشه. این نمیشه. بعدم میگیم خیلی مهمه، چون اگه آبروم من میرفت دیگه نمیتونستم تو کارخونه فلانی کار کنم، اگه آبروم میرفت دیگه نمیتونستم مثلا خونه فلانی رفت و آمد بکنم. خب انسان وقتی خدای نکرده اشتباهی میکنه، باید پای چرا میگن دروغ کلید همه بدی هاست، چون با دروغ شروع میشه. خب اونا میرن یه بررسی میکنن، میگن پس فلانی چی گفت، بعد میگن فلانی هم دروغ گفته، پس فلان چیز چیکار میکرد، بعد میگم اونم فلان پشت سرش دیگه ناخودآگاه غیبت ها، تهمت ها و خیلی چیزای دیگه شروع. انسان از اول شروع کنه با. اما یه وقتی عرض کردم ناموس ها، اموال، جان ها در خطر، اشکالی نداره. ممنون، متشکرم. اگر کسی قسم بخورد، نه به اسامی خدا، برای اینکه مثلا سیگار نکشیدم، حالا مثالی که خودشون آورد، اما برخلاف قسم عمل کرده، آیا باز کفاره داره یا استغفار میکنه؟ اگه قسم به غیر خدا خورده، عرض کردیم که این تکلیف آور نیست، خوبه به نظرش عمل کنه، خصوصا وقتی که متعلق نست چیز خوبی باشه، و نیاز نیست، چون گناه حساب نمیشه، نه کفاره داره نه استغفار واجبه، چون استغفار مرحله آخره، وقتی کسی کفاره نتونست بده، حتی سه روز روزه هم نتونست بگیره، استغفار کنه. ولی خدا کلا استغفار خیلی خوبه، انسان صبح 100 بار، شب 100 بار، حلال همه مشکلاته. ممنون، متشکرم. سلام. کسی که فراموش میکنه نماز خونده یا نه و عادتش به نماز اول وقت بوده، تکلیفش چیه؟ 917. اگه در وقت هست، احتیاطاً نماز رو دوباره اقامه بکنه. البته مقدار میفرمان تأمل کنه. اگر تأمل کرد و یادش نیومد، در وقت هست نماز رو احتیاطاً بخونه. اگر ازش فوت شد، اگر از وقت خارج وقت بوده باشه، ظاهرا احتیاط مستحبیه، اینی که الان تو ذهنم هست احتیاط واجب نیست. تو وقت احتیاط واجبه، خارج وقت احتیاط مستحب. بسیار. بیننده محترم دیگر با 913 پرسیدن در روزه استیجاری اسم میت حتما باید ذکر شود؟ نه لازم نیست، همین اندازه که در ذهنش باشه که نماز استیجاریه، به نیابت از شخصی است. حالا اون شخص کیه؟ اون شخصی که شما به من گفتی، این اندازه مشخص باشه، نه کلی. شخصی که شما ازم خواستید من براش نماز بخونم، یا شخصی که این اجرت رو داده،
شخصی که این اجرت رو داده براش نماز بخونیم، آنچه که او خواسته بله، ما بله. مرور میکنیم. همین اندازه دانستن اسم یعنی مشخص از این جهت لازم است. و بیننده محترم دیگری پرسیدن با شماره تلفنی که حالا ابتداش 910، آیا خوندن کتاب‌های رساله عملیه تخصص میخواد؟ یعنی شیوه خاصی داره؟ نه اینطور که شیوه بخواد، یا چون توضیح المساله برای همه نوشتن، اما طبعا چون لسان فقهیه یه سری کلمات هست ممکنه خیلی روشن نباشه. مثلا از هر این است احتیاط ترک نشود. یعنی چی احتیاط ترک نشود؟ بهتر است. و به اضافه بعضی از اصطلاحاتی که استفاده میشه در فقه، این اصطلاحات شاید نیاز داشته باشه که انسان مراجعه کنه و سوال کنه. تو هر کتاب همینه. شما الان یه کتاب ریاضی بردارید، خب اصطلاحات داره. کتاب منطقی بردارید، اصطلاحات داره. کتاب فیزیک و شیمی بردارید، اصطلاحات داره. کافی انسان از اهلش سوال کنه که این اصطلاح معناش چیه، مطلب رو متوجه میشه. دوست عزیز دیگری با پیش شماره 911 پرسیدن مقدار خونی که بعضن از لثه ها میاد فرو بردنش دارای اشکاله؟ اگر خون به قدری هست که انسان حس میکنه دهان مزه خون گرفته و خون غالبه، علامتش همین که انسان وقتی آب دهان رو بیرون میریزه خون غلیظ هست، مشخصه، بله این رو باید بیرون بریزه. بعد برای نماز و عبادت ظاهر دهان رو آب بکشه، داخل دهان آب کشیدن نمیخواد. اما اگه میفرمان مقدارش کمه، به قدری کم هست که در آب دهان ذوب شده، مثلا یک آب زردی که بله اصلا انسان طعم خون رو هم خیلی حس نمیکنه، بعد که آب دهان رو بیرون میریزه میبینه که رنگیه و رنگ خون درش هست، این مقدار میفهمن اشکالی آب نداره. کشیدن نداره و... بله نه، اگه بیرون ریخ آب کشیدن میخواد اما داخل دهان مشکلی نداره قورتش بده. فقط مسئله که هست اینه که اگه غذایی داخل دهان هست، مثلا کسی آدامسی داره میجوه، خونی شد دهنش، مزه خون حس کرد، خب یا خون زیاده، خون رو بیرون ریخت، میتونه این آدامسو بجوه بعد آب رو قورت بده؟ نه، آدامسو باید در بیاره، ظاهر دهانو که آب کشید آدامسو هم آب بکشه بذاره دهنش اگه میخواد. یا اگر چوبی چیز داخل دهانش بوده، خلال داره، بله لثه‌اش خون اومد، این چوبی که از دهان در میاره الان نجسه، دوباره نمیتونه داخل دهانش بگذاره. اگه دوباره داخل دهان گذاشت حتما باید آب دهانش رو بیرون بریزه. یا اگه غذایی لای دندون‌ها مونده و دهان مزه خون رو احساس کرد، آب دهان رو بیرون ریخت، کافی نیست، بعد اون غذایی که لای دندون هم مونده اون رو هم خارج کنه، چون اونم دیگه نجس شد. بعد اگر خون تقریبا مثلا اصطلاحا متصل بود، باید صبر بکنه تا خون بند بیاد، مثلا بعد به نماز بره، یا با چند بار آب ریختن و مثلا شستن او کفایت میکنه؟ یعنی به اندازه ای که اگر در حین نماز مثلا دوباره خون بیاد، بله بله، بعد کنترل بکنه. یعنی مثلا من میدونم دندون کشیده شخصی، این رو روشو بسته، خون نمیاد، یا اگرم خون میاد به اندازه ای نیست که فضای دهان رو بخواد بله رنگ کنه، یعنی مزه خون نمیده، میتونه قورتش بده، این میتونه وایسه نماز بخونه. اما اگر نه، میبینه به اندازه ای هست که تو دهان جمع میشه، پر میشه و اثناء نماز مجبور میشه که اینو از دهان بیرون بریزه و با بیرون ریخت، چون قورت که نمیتونه بده، حرامه. با بیرون ریختن لب احتیاطا نجس میشه، یعنی نمیشه جوری بیرونش ریخت که لب نجس نشه، درگیر میشه، بنابراین نمازش باطل میشه، چون متعمدا لبش رو خونی کرده. این مقداری صبر بکنه تا این عذر برطرف بشه، مگر اینکه میبینه این عذر برطرف نمیشه. اگه اینطور شد مشکلی نداره، نماز رو بخونه و به اندازه‌ای که نیاز هست، مثلا یک بار، همون یک بار فقط اگر دیز نمیتونه بر. بیننده محترم سوال پرسیدن که ما در کشور نروژ زندگی میکنیم، اینجا 6 ماه روز و 6 ماه شب هست و گاهی خصوصا الان که ماه مبارک رمضان در تابستان قرار دارد، تا 12 شب باید انتظار اذان مغرب رو بکشیم. برای بعضی ها تحملش سخت است، خاصه برای خانم ها. توی این شرایط حکم روزه سخته برای ما، حالا ما چگونه باید عمل بکنیم؟ ضمن نوشتن که بنده از مقلدین استاهای سیستانی هستن. عرض شد این مسئله عمده فقها در موردش فرمودن که باید به افق افطار کرد و به افق سحری خورد، یعنی با اذان صبح باید امساک کرد، با اذان مغرب باید، یعنی جایز هست که افطار بکنیم و ادله هم همین اندازه داره، بیشتر از این نداره که اگر در جای افقش فرق کرد بیشتر و کمتر شد چطور میشه. طبیعتا شما تو همین جاهای معمولی هم نگاه میکنید، گاهی اوقات روزها 12-13 ساعت، گاهی اوقات روزها 17-18 ساعت بله. میشه، فرقی بین این گذاشته نشده، مناطق گرمسیر باشه یا مناطق
سرسیر باشه، اینها هم در این جهت فرق نمیکنه. در این مسئله بالخصوص حضرت آقا آیت الله عظمی شیرازی نظرشون این هست که جاهایی که افقش از حد عادت خارجه، یعنی بیش از 20 ساعت 21 ساعت طول میکشه تا اینها اذان مغرب و اذان صبحشون، این 2 ساعت فقط شب دارن، اینها مراجعه کنن در افطار و سحری به یکی از این کشورهایی که اذانشون و روزشون روزهای معتاده یعنی عادیه، مثلا 16 17 ساعت تو تابستون. حالا همسایگی با اون کشور مهمه یا نه؟ چون معمولا همسایه هاش هم همونطور بله، یعنی بیان اونایی که نزدیکتر به استوا هست، مثلا با افق مثل کشور ایران که نهایتاً 18 ساعت میشه با او تنظیم کنن، سحری با او بخورن، افطار با او انجام بدن. خب پیداست البته هماهنگ بشه، یعنی مثلا از اون طرف شروعشون رو هم بله دارم. یعنی طور نشه که در شب روزه باشه و در روز بخوره، نه، شب در وسط قرار میگیره اما از این طرف اون طرفش مقدار کمتر میشه. حالا باید ببینه با کجا میتونه تنظیمش بکنه. این نظر حضرت آقا هست، اما علی حال مسئله خلافیه. نظر آقای سیستانی هم ظاهرا نظر دیگر فقها هست که نمیشه، یعنی با اذان باید با افق کشور کنه. بله. بسیار عالی، ممنون و متشکرم. بیننده محترم دیگری پرسیدن که بنده دامپزشک هستم، گاهی حیوانات حرام گوشتی مانند سگ برای معالجه میارن که دیگر قابل درمان نیستن، به نتیجه با درخواست صاحب حیوان به وسیله دارو اونها رو میکشیم، مثلا راحتشون میکنیم، آیا این کار درست است؟ یعنی خودش کلن از بین بردن حیوانات اگر اسراف بوده باشه، یعنی کسی برداره همینجور از بین ببره حیوانات رو، اشکال داره. اما اگر نه، به این جهت که شما میفرمایید، اونم حیوانی مثل این حیوانی که شما نام بردید، نه، مشکلی نداره. بسیار آقا، انداختن سفره افسین اشکال داره؟ سوال ها من اینجوری پرسیدم. اشکال که قطعا اشکالی نداره، سفره انداختن هیچ مشکل. الان تلاقی این دو که حرامه، سفره ایست که توش حرام باشه، مثل شراب. خدای غیر از این سفره چیزی در اسلام حرام نیست. نشده، انسان اهل حساب کتاب، خمسش رو داده، لقمش حلاله، سفرش هم نوش جونش. اما تقیدات مهمه، مقید کردن ها که حتما باید سفره سر ساعت 12 پهن بشه، سر ساعت 1 باید جمع بشه، اگه غیر از این شد ناراحت بشی، ناراحت بشی. خوب آدم منظم باشه اما ناراحت شدنه بده. حتما باید سر سفره دو رقم غذا باشه، حتما باید سالاد سر سفره باشه، حتما باید ما فلان روز سفره پهن بکنیم، حتما باید سر سفره هفت سین باشه. این باید هاش قشنگ نیست. دیدید آخه یواش یواش مردم حس میکنن که اینم جزی که از واجباته، چیزی که انسان بهش مقید شد. در بابت معصومین علیهم السلام داره، گاهی اوقات عملی رو انجام میدادن یا عملی رو ترک میکردن، مثلا مستحبی رو ترک میکردن با اینکه مستحب خیلی ارزش داره. چرا معصوم ترک میفرمودن؟ برای خاطر که مردم فکر نکنن این کار واجبه. واجب با مستحب فرق داره، واجب اصلا نباید فکرشو بکنی تر. حالا اگه یه کاری که جز مباحاته، هیچ امتیازی هم درش نداره، نیست، بگیم مثلا روایتی درش هست، بگیم مردم مقید بشن بهش، این خوب نیست. که اگه کسی سفره هفت سین ننداخت و خونش، مثل اینکه ایمانش ناقصه، مثل اینکه اصلا این آدم، ای تو چه مسلمونی هستی سفره هفت سین ننداختی موقع تحویل سال؟ اینطوری نشه. ولی دور هم جمع بشن، انسان سفره هم بندازه، قرآنی هم بگذره، سبزه چشمش نگاه کنه، روشن بشه، چه اشکالی داره این مقدارش؟ اما تقید التزام نبوده باشه، نگرم نشود، یا اصلا عوضش کنه انسان، قرآن بگذاره، مفاتیح بگذاره، یه زیارت عاشورا بخونه، بچه ها رو جمع بکنه، یه شکل دیگه معنویش بکنه. اما خب چون مردم شکل‌های مختلفی هستن، بعضی ها میگن آقا ما حوصله این برنامه ها رو نداریم، به شکل دیگه میخوایم، اشکالی نداره، ولی انسان سعی بکنه که مقید نبوده باشه. آقا چقدر دیگه وقت داریم؟ 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم. حالا که بحث به اینجا رسید که سفره هفت سین، ما یکی حدود 10-15 روز دیگر وارد موسم فاطمیه به روایت 95 روز میشه و یک طلاقی امسال پیدا کرده، البته پارسال هم به نحو دیگری بود با ایام عزای بی بی و دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب مردمی رو که اقلا بیننده ما هستن میشناسیم، احترام میکنن و پاس میدارن ایام شهادت بی بی رو و احترام خواهند کرد، ولی باز هم پیشنهاداتی دارید شما با توجه به تلاقی این دو موسمی که خب برای فارسی زبانها این نوع شدنه و تغییر از یک فضای به فضای دیگر براشون خیلی مهمه، اسلام هم باش مخالفتی نکرده، خیلی هم روایات داریم و خیلی هم تأییدات داریم، ولی الان برای ما خیلی نیست.
یه چند تا بیشتر نیست، اونم روش بحثه. یعنی به اندازه ای نیست که ما بخوایم شرعیش بکنیم، بیشتر از اینکه شرعی باشه سنتیه. من بعضی عمدن خیلی میگم چالشیش کنم. بله، علی حال من اجازه بدید میخوام یه سفره هفت سین دیگه برای عزیزان پهن کنم، اگر خوششون بیاد و انشالله استقبال کنن نیت بکنید از الان دنبالش برید. حالا میگم چون دیر میشه بعدا اقدام بکنید. آره. یک گذرنامه رو بردارید خودتون و خانواده، ویزای کربلا بزنید. امام حسین علیه السلام، امیرالمؤمنین قبل از او امام جواد علیه السلام، آقا امام موسی کاظم، راه سامران به حمدالله باز شده، زوار دارن اونجا میرن، سینش امام حسن عسکری، امام هادی، این شیشت امام درسته. سفره هفته میشو پهن میکنیم برای امامزاده ها. به امامزاده های بزرگی بزرگوار اینجا هستن، الحمدالله سید محمد هم شنیدم راه باز شده، کما بیشترن زوار میرن. امامزاده سید محمد بسیار جلیل القدرن، حمزه و قاسم اینجا هست، بسیار بزرگوار جلیل القدر هستن. چند تا امامزاده اینجا شهر کربلا داره، یه امامزاده هم هست مدتی محشری به پا کرده در عراق، و اگه عزیزان بیان اینم جزء حبسینشون بگذرن، نیت کنید برای حوایجتون بیاید. اگه حاجتتون رو نگرفتید، اگه دلتون شاد نشد زود، بله اون وقت حبسینتون رو عوض کنید. به نام بی بی شریفه، نزدیک شهر حله است، و به قدری در و دیوارش مردم حاجت گرفتن و بنر رو پارچه زدن که انسان متحیر میشه. تو زیارتنامش میخونیم ای خانومی که شما طبیب دردهای مردم هستید. خود ما هم همین تازگی ازشون حاجت چند تا گرفتیم، بقیه دوستان هم همینطور. بله. این سفره حفصین خیلی قشنگه، خیلی زیباست، تجربهش کنید. از تمام سفره های حفصین دلنشین تره انشاءالله. بسیار عالی، خیلی پیشنهاد خوب، معنوی و در بین مسلمان ها شیعه خاصه، با توجه به همون که یکی از ملزومات سفرهشون قرآنه و دعای یا مقلب القلوب، بحث معنویت و انتقال این فصل به فصل دیگری نشان دهنده اینه که خب حالا دوست دارند توی حال خوشی باشن. حضور در این مکان ها با توجه به اینکه مکان ها اثرگذار است و انرژی مثبتی رو به انسان انتقال میده، چه جای بالاتر از کربلا، نجف، سامرا، کاظمه، و انشاءالله که سال خوبی داشته باشه. ما تو کربلا داریم زندگی میکنیم، ممکنه اسم کربلا محزون باشه، ممکنه مصاحب کربلا خیلی واقعا انسان رو، اما بدونن همه عزیزان و حتما اونایی که زائر بودن و هر سال بلکه هر ماه میان زیارت میکنن، امام حسین علیه السلام غم ها رو تو این سرزمین به جان خریده که هر کی میاد اینجا با کوله باری از غم بیاد بدون غم بره. تجربه کنید، یعنی از هزار لب دریا رفتن ها و پارک ها و جنگل ها رفتن نشستن و سینزه به در کردن ها در جوار سید الشهدا علیه السلام با یه زیارت، با یه چند لحظه نشستن و نگاه کردن، اصلا قابل مقایسه نیست. دقیقاً. آقا من ندیدم به عنوان زائر کسی آمده باشه اینجا و بگه که آقا دیگه نمیام، چون فرمودین لب دریا و امثال هم. حالا یه دقیقه دیگه، دیگه خیلی نمیخوام دیگه وارد سوالات بشم، حالا تو همین فضا صحبت که هستیم خوبه. لذا هر کسی آمده کربلا گرهی خورده به ذریح حضرت سید الشهدا علیه السلام، باز شدنی نیست. یعنی دریا بروهاش هم دیگه کربلا آمدن، اینجا پاگیر شدن و دامنشون خلاصه اینجا پهن شده و اصلا یه فضای خاصیه. حالا الحمدلله بینندگان ما کسانی هستند که هم زائر بودند و هم در این فضا هستند، ولی از آنهایی که اصلا بویی از این مسائل هم نبردند، حالا مسلمان یا فارغ از این صحبت خارج از مسلمانی، اونها هم اگر بیایند اقرار میکنند و تصریح میکنند به این مطلب که در این سرزمین یک خوشی در عین حزن کربن و بلا بر ما حائل میشه و مینشینه بر وجود ما که در هیچ کجای دیگه اون خوشی برای ما برقرار نمیشه انشاءالله. حالا که کار به اینجا رسید، بذارید دستامون رو بلند بکنیم و بخواییم که در تمام لحظات ما زندگی هامون حسینی باشد و محمد و آل محمد، و ممات من ممات محمد و آل محمد. براتون آرزو میکنم که در اون لحظاتی که خیلی براتون مهمه و اون انتقاله محول الحول و الاحوال، شما رو دعوت بکنه در سرزمینی که وجودتون مقلب القلوب بشه انشاءالله. آقا خیلی ممنون و متشکرم، دستتون درد نکنه. از شما بینندگانم که تا این لحظه ما با بودید بسیار ممنون و متشکرم. موفق باشین. یا علی مدد.